بیست و عادت ضد تنبلی تکنیک تجسم و تصور بهانه که از میان می رود حالش را ندارم وقتی هزار و یک کار دیگر برای انجام دادن دارید آسان است که انگیزه تان را برای دنبال کردن هدف هایی که قبلا برایشان شور و شوق زیادی داشتید از دست بدهید درست است که شما به راستی به دنبال کسب نتیجه هستید اما فرایند نیل این هدف در مرور ایام به یک کار شاق تبدیل می شود. به همین دلیل هم هست که شما باید اهدافتان را به یک موجود زنده که در برابر چشمانتان حی و حاضر است تبدیل کنید. البته من چندان به قانون جذب اعتقاد ندارم، اما به هر حال تفکر مثبت و تجسم هدفها را کار مفیدی می دانم. تکنیک تجسم و تصور را می توان از راه های مختلف اجرا کرد. شما می توانید با چسبانیدن عکس هایی با موضوع هدفتان بر روی یک تابلو، تابلوی رویه هایتان را درست کنید. می توانید کتاب های الهام بخش بخوانید و یا به برنامه های رادیویی انگیزه بخش گوش دهید. همینطور می توانید به مراقبه بنشینید و زندگیتان را در حالی که به هدفتان رسیده اید تجسم کنید. اجرای این عادت من دریافتم تکنیک تجسم و تصور زمانی بیشترین کارایی خود را دارد که به یک عادت گاه و بیگاه تبدیل شود. بنابراین شما مجبور نیستید آن را هر روز انجام دهید. در عوض تنها در لحظاتی که دچار بی انگیزگی هستید از این تکنیک یاری بگیرید. در اینجا به چگونگی اجرای این تکنیک اشاره می شود. یک یک هدف دقیق و سنجیدنی دال سین دال میم یادداشت کنید. دو در زمانهایی که گرفتار بی انگیزگی شده اید، 5 تا ده دقیقه وقت برای اجرای این تکنیک کنار بگذارید. سه تصور کنید که وقتی به این هدف دست یابید، اوضاع چگونه تغییر خواهد کرد؟ شما چه احساسی خواهید داشت؟ زندگیتان چگونه خواهد بود؟ چه کسی در کنار شما خواهد بود؟ چهار این پروسه را در برنامه روزانه تکرار کنید تا دوباره انگیزه از دست رفته ایتان را به آورید. من می دانم که برخی مردم تکنیک تجسم و تصور را شبه علم و کاذب قلم داد می کنند. اما فکر می کنم در هنگام نبود انگیزه این تکنیک بسیار مفید است. هرگاه احساس خوبی ندارید آن را انجام دهید تا انرژی و هیجان خود را برای دنبال کردن هدفتان بازیابید.